امروز میخوام در مورد خامه صحبت کنم و خامه که تقریبا سهم کل بازار رو گرفته. اما من هدفم خامه نیست و یه جک اسوایو هم پشت سر من آوردم که میخوام در مورد جک اسوایو هم صحبت کنم. اما ربط این دوتا چیه؟ بریم باش دور بزنیم ببینیم ربط این دوتا با هم چیه. اگه یادمون نرفته باشه یه ماشینی بود تو بازار به اسم K7، ماساژور داشت، قیافه شبیه جت اسکی بود که زیرش 4 تا چرخ بود، گنده بود و قیافش دل می برد. اما یه مشکلی داشت این K7، دنده عقب و به سهمت می اومد و رو به جلو هم یه چراغ نارنجی رنگ روی کیلومترش روشن می کرد که نشون از عدم میل گیرباکس به جلو عقب رفتن بود، مشکلی که توش هات بود و خیلی اذیتمون میکرد. پس امروز میخوایم یه مقداری در مورد جک S5 و نیو توضیح بدیم. جک S5ی که به یک موتور تزریق مستقیم 1500 سیسی مجهز شده و خاطره خوب جک S5 های قدیمی یا جک S5 های قدیمی رو ببینیم میتونه برامون زنده کنه یا نه. جک S5 قدیمی یا جک S5 قدیمی ماشینی بود که تقریبا گوی سبقت رو تو فروش از تمام ماشین‌های همردش گرفت و واقعا هم توی ماشین‌هایی که اون زمان عرضه می‌شد با قیافه‌ای که شبیه توسان بود و موتوری که حجم موتور خوبی داشت و 2 لیتر توربو شارژ بود، نمونه دنده دستیش که به به میمون نمونه توربو شارژ اتوماتیکش که این نمونه اتوماتیک تقریبا دل خریدارا رو اون موقع به دست آورد. ماشینی که تو نمونه دست دومش هم همچنان مورد اقبال واقع میشه و دل طرفداراشو شاد میکنه. اما توی جک S5 جدید که تقریبا میشه گفت 1-2 سالی از حضورش تو بازار میگذره، یه تستی انجام شد و میومد جک S5 قدیمی رو با مشخصات فنی قدیم که موتور 2 لیتر توربو شارژ بود و مغلوب خودش میکرد و میشه گفتش که یعنی اسب بخار بالاتری داره و توان بالاتری داره. اما خب یه مقدار این وسط جای صحبت هست که میخواییم بیشتر در مورد فنی این ماشین توضیح بدیم. قیافش که اونقدی فرقی نکرده، قیافش یه سری زه کروم و LED و اینجور چیزا اضافه شده، توی داشبورد هم یه سری تزئیناتش بزرگتر شده و شکل بافت تزئیناتش فرق کرده. یه سری آپشنایی هم که میشد توی جک S5 قدیمی پیدا کرد، مثل این مانیتور که بهتون اختیار میده کمربندتون رو ببندیم و اینا گارانتیتون باطل میشه، هم تقریبا تو جفتش داریم میبینیم. نکته ای که این وسط هست، موتورها رو به کم حجم‌تر شدن با بازدهی و توان بالاتر دارن میرن. روی کاغذ 174.5 است به این ماشین و مثبت 250 نیوتن متر رو با خودش یدک میکشه. اما مشکل از کجا شروع میشه؟ از اینجا به بعد بریم دیگه قشنگ بزنیمش تو فشار. عقبش اگر من برم کنار تقریبا هیچ فرقی با یه دونه S5 قدیمی نداره، جز یه نمونه که TGDI 1500 که پشتش زدن و همین. اولی مشکل اینجاست، یه شیب ملایم داریم، همچین شیب عجیب غریبی نیست، میذارم توی R و سعی میکنم که رو به عقب بیام. تقریبا با یه تأخیر زیادی این رو به عقب اومدن انجام میشه و بعضی وقتا با یه تقهی هم این عقب اومدن همراه میشه. ما قبلا در مورد گیربکس های 2 کلاچه گفتیم که اینا همیشه تو حالت نیم کلاچ میمونن و این حالت نیم کلاچ بودنش جزو طبیعت این گیربکس های 2 کلاچه است. همونجور که میدونیم این ماشین هم یه گیربکس 2 کلاچه داره که حالت فناوریش با فناوری گیربکس قبلی که در موردش خیلی صحبت کردیم فرق میکنه. ولی توی این ماشین عیب عقب اومدن دقیقاً یاد K7 میندازه. این مشکل عقب اومدن و حرکت روبه جلو تا این حد فاحش یه مقداری میشه گفت نگران کننده است.
اما چاره کار چیه و مشکل از کجاست؟ بریم ببینیم توی حالتهای بعدی چه ایرادایی از این میتونیم در بیاریم. با باز کردن در سمت راننده یه فضایی تقریبا شبیه جک اسپنج قبلی رو میبینیم، اما یه سری تزیینات ظاهری بهش اضافه شده و مانیتوری که تغییر کرده و نشون میده یه کمربند نبندی گارانتیتون باطل میشه بزرگ فارسی مینیمیسه و تغییر توی کنسول وسط رو میبینیم که گزینه خوبی و قشنگتر شده. ظاهر قبلیش خوب بود، مورد استفاده بود، مثل توضیح میدم بیشتر مثل چی. داخلش هم تغییرات قهوه‌ای رنگ جدید رو داره، اما اصل تغییرات همونجوری که گفتیم داخلش نیست و بیشتر بیرونه. صندلی سمت شاگردم دستی و صندلی سمت راننده از این مموری ها داره که یک و دو داره و هیچ کدوم اون استفاده نمی کنیم. با باز کردن درب موتور میرسیم به موتوری که الان 1500 سیسی شده، یه 500 سیسی رو از دست داده. جک درب موتورم که نداریم، اما اینا مهم نیست. موتوری که داریم میبینیم به ظاهر واقعا کوچیکتره و اگر موتور قبلی رو خاطرتون باشه اصلا شکل قرارگیریش و کلن سیستمش فرق داشت، اصلا یه قلب دیگه ای الان داخل اینه و همون جوری که گفتیم این موتور اشتراکات فنی خیلی زیادی با K7 داره و تغییرات هم توی گیرباکس مشهوده. اتاق همون اتاق سابقه، تغییر عجیب غریبی نکرده. سر و صدایی که تو اتاق داریم میشنویم یه سر و صدای مرسومیه که توی تقریبا اتاق سابق هم میشنیدیم. کیفیت مونتاژ هم تقریبا میشه گفت همونه، خوبه، معقوله، نمیشه ازش ایراد عجیب غریبی گرفت. اما یکم از تاریخچه جک اس 5 تعریف کنیم تا برسیم به یه جایی که میخوایم اینو تو فشار بذاریم. اول از همه جک اس 5 قدیمی یه مدلی داشت دنده دستی که قبلا بررسی کردیم و دیدیم و یه زنم ازش زیادی تعریف کردیم. توی مدل 2 لیتر توربو شارژ با گیرباکس 2 کلاچه اتوماتیکی که روش نصب بود، تقریبا میشه گفت به غیر از گاز هرز خوردن و مصرف بسیار بالاش توی کارکردهای پایین مشکل عجیب غریبی نداشت، اما توی کارکردهای بالاتر تقریبا به 90,000 تا میرسید یه قطعه داشت توش به اسم خنک‌کن گیرباکس که اون قطعه خنک‌کن گیرباکس باید عوض میشد و اگر عوض نمیشد مشکلات جدی به وجود می آورد توی سیستم آبگرد که متصل بود بهش و همزمان هم داشت روغن رو خنک میکرد، باعث میشد که هر چیزی به این سیستم متصل باشه هم از توربو شارژ و گیرباکس و موتور از جای ما خداحافظی کن. توی مدل قدیمی یه مشکل دیگه هم داشتیم، کلاچ پک ها خیلی ما را اذیت میکرد و چنگاله های توی گیرباکس، چیربرقی های پشت گیرباکس و البته توی کارکرد بالاتر این رادا پیش میومد، گاز هرز میخورد و خیلی اذیت میکرد. توان پیشرانه بدی نبود ولی مصرفش بالا بود که به خاطر 2 لیتر بودن به این شکله. اما تکنولوژی تزریق مستقیم که توی این ماشین اضافه شده، تغییر در زمانبندی سوپاپ و تغییر در سیستم گیرباکس، بریم ببینیم که دقیقاً چی کار انجام میده. 174 است. توی گیرباکس 2 کلاچه موقعی که میخواید شتاب گیری کنین یه گاز هرزی میخوره، تقریبا طبیعیه، اما شتاب گیری که انجام میشه شتاب خوبی رو به ما نشون میده توی شتاب ثانویه. شتابش به نظر من که از جک اس 5 قدیمی اتوماتیک بهتره، پس این شتابش هم باید تست کنیم با دستگاه درگی که ببینیم چه جوریه و چه عددی رو برای ما ثبت میکنه. مصرف چیزی که نشون میده 11.2ه. اومن نمیشه به اوریجا زیاد نگاه کرد، خب نمیشه نظر داد، اما باز از میانگین مصرف 2 لیتری های قدیم مصرفش پایین تره. تکنولوژی جدید، تزریق سوخت مستقیم و بهینه سازی هایی که روش شده خبر خوبیه، میتونه گزینه خوبی باشه، مصرفش یه مقدار پایین تر بیاره. اما تکنولوژی جدیدی که روش اضافه شده، تقریبا میشه گفت تمام ماشین های جدید چینی این تکنولوژی های جدید دیگه دارن با خودشون یدک میکشن. اون تکنولوژی چیه؟ سیستم تزریق سوخت
به صورت مستقیم در سیلند که همون جی دی آی بودن میشه. تمام ماشین چینی هایی که الان داریم میبینیم همشون تقریبا جی دی آی شدن. مشکل از اینجاست که ما سوخت مناسب سیستم جی دی آی یا سالیان ساله که نداریم. اما چاره چیه؟ یا باید سمت تکنولوژی جدید بریم یا دیگه نمیدونم باید چی کار کنیم. ما حتی یه زمانی هم قرار بود EF7 هم جی دی آی بشن که دیگه نشد و همون قبلی هم بهینه سازیش تمام این الان به تأخیر افتاده. اما اون زیاد مهم نیست و بحث امروز روی اینه. سوخت مناسب باید در اختیار داشته باشین، اما با همین جی دی آی بودنش ناکش از یه سری چینی های دیگه که نمیتونیم اسم ببریم بهتره. یه سری هاشون که از دور پایین ناک میزنن و حتی توی تخت گاز اگر هم ناک نداشته باشن توی برگشت گاز و گاز مجدد ناک دارن. حالا مطمئنا مالکین اون ماشین میدونن در مورد چی صحبت میکنن. ناکش نسبت به اونا خیلی کمتره. توی شتاب ثانویه گیرباکس دو کلاچه که درگیر میشه سر ماشین خوب بلند میشه، شتاب خوبی داره. سر و صدای گیرباکس دو کلاچه‌ش هم تقریبا میشه گفت کمتر از نسل قبله. نسل قبلیش احساس میکردی که یه چیزی اون پایین ماینا داره با هم درگیری ایجاد میکنه و یه صدای قلنجی اون زیر میومد. مورد بعدی که داره و میشه در موردش صحبت کرد خوشنامی S5i قدیم بود. خوب فروخ زمان خودش و میگم چند مالک هم شدن، یعنی مالک اول استفاده کرد، خیر داد به مالک بعدی و بقیه هم تونستن استفاده کنن. چیزایی مثل کلاچ بک اون موقع اذیتشون کرد، خنک کنه گیرباکس اذیتشون میکرد، خرابی وایرها و اینا که چیز طبیعیه. اوکی، یعنی اگر مشکلات گیرباکس و خنک کنندش این چیزا رو میذاشیم کنار، در کل در مجموع زمان خودش ماشین بدی نبود و میشه گفت که عملکرد خوبی داشت. توی این ماشین هم خب اومدن رو به پیشرفت رفتن و تغییرات مثبتی روش دادن. از نظر آپشنال میشه گفتش که همون مدل فول قسمت مدل قبلیه، ولی از نظر فنی خب تغییرات زیادی داشته. همونجور که گفتیم از نظر فنی تزریق مستقیم شدن و تغییر موتورش با اشتراکات فنی زیاد با K7 گزینه خوبیه، ولی یه جای ترس داره. امیدوارم که اون مشکلات گیرباکس K7 رو توش نبینیم. البته که میگم برطرف شده، این مدل تست شده، ولی خب بعد اونم ببینیم در دراز مدت چجوری میشه. توی همرده این ماشین تقریبا میتونیم که چند مدل ماشین دیگر رو مثال بزنیم، مثل X55 که حالا خب همه بهتر میدونن که چه خبره و چه داستانایی داره. اما به نظر من از نظر فنی و از نظر توان پیشنانه این ماشین از X55 جلوتره و یه سری همرده های خودش با گیرباکس CVT علل خصوص با سیستم تزریق سوخت چند نقطه‌ای حتی این مدل میتونه بهتر باشه. توان پیشرانه مناسب تری داره و موتور و گیرباکس هماهنگی بهتری دارن نسبت به CVT ها و حتی پیشرانه هایی که به صورت پاشش چند نقطه ای هستن. یعنی چجور بگم خدمتون، ما یه سری ماشین داریم با گیرباکس CVT کراس اوورن و تقریبا میتونن توی کلاس این ماشین که مید سایزن جا بشن تقریبا، اما هماهنگی عجیب غریبی توشون نمیبینیم و عموما مشکلات خاص خودشون هم دارن. میشه گفتش که توی این مشکلات کمتره. بعد الان یه داستانی داره این ماشین، این اشتراکات فنی زیادی با K7 داره. یه ماشین دیگه داریم که رو همین شاسیه و فیس شده، همون X5 که X5 اشتراکات فنی زیادی با J7 داره و اون موتور و این موتوری هم که روی اینه اصلا به هم شبیه نیستن. اما اگر بخوایم نقاط اختلافشون رو با هم مثال بزنیم، توی توربو، توی عملکرد گیرباکس، موتور، چیزایی مثل پیستون شاتو، میلنگ، برنامه ریزی ECU و و و تقریبا میشه گفتش که همون موتور یه مقدار تغییرات دادن روش، یه مقدار که خیلی بیشتر تغییر. پس در نتیجه میتونیم بگیم که اصلا یه سبک کاری جداست این موتوری که این روه. بریم یه تست شتاب کنیم باش ببینیم اصلا این ماشین تقریبا چه عددی رو به ما نشون میده و
میخواد چه اعدادی رو ثبت کنه که ببینیم آیا در مجموع بهتر از مدل قبلی. ما قبلا درگی مدل دنده‌ایش هم فکر کنم داریم، ولی بریم ببینیم این مدل چی کار میکنه و در نهایت بذاریمش توی مقایسه. تقریبا زمانی که تونست ثبت کنه یه چیزی هولوش 11-80-90 یه همچین چیزی بود. تقریبا میشه گفتش که برای یه موتور 1500 توربوشارژ جی دی آی با یه همچین گیربوکسی و با لانچی که تقریبا میشه گفتش که با لانچ شروع کردیم، عدد مناسب میتونه حساب بشه و قبلش هم ما این ماشین یه مقدار گرمش کرده بودیم. پس از نظر شتاب میشه گفتش که شتاب معقولی داره، اما شتابش تقریبا میشه گفتش که از یه سری برادرهای چینی خودش که همرده خودشن و با همین موتور هولوهوش 1500-600 سیسی جی دی آی میتونین بگیرید و قیمت بالاتری دارن، یه تقریبا یک ثانیهی بیشتره. پس میشه گفت این موتور نه خیلی موتور پرشتاب و عجیب غریبیه، نه خیلی موتور کمتوانیه، تقریبا یک شتاب خیلی معقول و معمول رو برای خودش ثبت کرد و تقریبا میشه گفت مناسبه. در که باز میکنیم از این قابای یک سره خبری نیست و حداقل میتونیم که خود موتور و تغییراتی که اینجاست رو ببینیم. خیلی بیشیله پیله است، منو یاد خامه پاک میندازه. خامه پاک اگر میومدن درش تغییر میدادن و جعبش رو تغییر میدادن شاید اونقدر محبوبیت قدیم رو نداشت، و اون خامه‌ای که استفاده شده بود علارغم مشکلاتی که داشت توی مارکتینگ داشت خوب فروش میرفت، قیمت مناسبی داشت و محصولی هم که توش بود باب سلیقه خیلی ها میتونست حساب بشه. نه خامه اونقدر سفتی بود که دلو بزنه اونقدر شیرین باشه، نه اونقدر هم همچین نوتلا خاصی بود که بخوایم با چیز دیگه اشتباهش بگیریم. اما نکتهش اینه این مثل همون خامه میمونه، یه محصولی بوده که خوب در اومده و یه خاطره خوبی هم برای قدیمی ها گذاشته. اگر باز اون مشکل خنک‌کن گیرباکسش رو بخوایم فاکتور بگیریم و لرن های متعدد گیرباکس سری قبلش و مصرف بالاش که زمان خودش میشد با موتور 2 لیتری مچش کرد و رنگ و بوی انواع اقسام قیمت های بنزین هم دیده بود از زمان عرضش، اون زمان خب زیاد مشکل خاصی نبود و خوب هم تونست بفروشه. اما آیا این هم میتونه همون راه رو ادامه بده؟ باید ببینیم و منتظر باشیم ببینیم چه جوریه. جی دی آی چیز ترسناکیه، نه فناوری جدید خیلی خوبه، مثل تغییر کاربرات به انجکتور میمونه. توربوشارژ چیز ترسناکیه، نه خود توربوشارژ چیز عجب غریبی نیست و ماشین توان میده. تمام ماشینا اینا رو دارن، آره دیگه الان تمام ماشینا شدن توربوشارژ و جی دی آی و این داستانا. اما چه چیزی ترسناکش میکنه؟ بنزین. در نبود بنزین با کیفیت این قضیه مقدار پیچیده تر میشه و هر ماشین جی دی آی رو تقریبا میشه گفتش که خیلی اذیت میکنه. بنزین خوب پاشناشیل استفاده از ماشین جی دی آیه. پس نسل قبلیش یه موتور پاشش چند نقطه ای داشت که این پاشش چند نقطه ای حجم موتور خوبی داشت و مصرف بالایی داشت، ولی خب حساسیت به بنزینش کمتر بود. اونم ناک میزد، آره اونم ناک میزد، با بنزین یه ذره کیفیت بنزین میومد پایین، صدایی که انگشتر معروف رادمنش ایجاد میکنه رو بهتون میداد، این صدا میپیچید و اذیت میکرد. اما خب چرا اومدن به این شکل در آوردن؟ استانداردهای جدید و پیشرفت برای بهتر شدن و تغییراتی که رو اینترنال ها میدن نتیجه شده یه همچین چیزی و الان دست ماست. توی ظاهر قیافش خیلی صحبت داریم، یعنی مثلا میتونست یه فیسلیفت قوی روش بشه و همون قضیه که برای X5 فیش اومد، اما با اسم S5 عرضه میشد. یعنی چی؟ یعنی یه محصولی که گزینه خوبی بود برای بازار و مردم حداقل طیف وسیع رو درگیر کرده بود و هنوز که هنوز تو بازار دست دوم داره جا به جا میشه، شاید یه بروز رسانی ماژور
توی بحث قیافش هم بدی نبود. هرچند تغییراتی که انجام شده برعکس خودروسازهای داخلی، که خودروسازهای داخلی علاقه به چی دارن؟ بیشتر میان دور رو تکمیل میکنن، ظاهر رو به دیرترین شکل ممکن، باز یه سری تغییرات روش میدن. به قول من خدایی میگفت مگه کفایی پیکان تغییر نکرده، خیلی با حالت ادعا، و تغییرات ظاهری روش اعمال میکنن، اما تغییرات موتوری و اینترنال خیلی دیر انجام میشه و اذیت کننده انجام میشه. اما این ماشین تغییرات اینترنال روش انجام شده، ولی تغییرات ظاهریش همون معطوف به همین چیزهایی که داریم میبینیم و دیلایت هایی که جلوشه و یه نوشته TGI 1500 پشتش. یعنی مثلا اگر بخوایم یه محصول خریداری کنیم که همین شاسی باشه، موتور و گیربوکسش حالا تغییراتی داشته باشه و یعنی همین بیسمنت کار همین باشه، خب بخوایم خریداری کنیم و از این LED بزرگا دوست داشته باشیم و از این طراحی به روزا دوست داشته باشیم، باید بریم سمت X5. ولی اگر نه، همون ظاهر کلاسیک قدیمی، کلاسیک که نمیشه گفت، توسان، شبیه توسان قدیمی اگه میخواستیم استفاده کنیم، اینو باید برده. ولی من منظورم اینه، مثلا نمیشد روی همین خود شرکت اصلی میومد روش یه سری تغییرات میداد که خاطره خوب گزینه‌های قبلی هم زنده میکرد. اما بگذاریم از این حرفا، بیشتر بریم تو بحث فنی که با فشردن پدال گاز تقریبا اتفاق خاصی، حالا نه، شتابش خوبه، دور شتابش خوبه، شتاب ثانویش خوبه، یعنی به اندازه است، همونجور که شتابم هم گرفتیم همینطور. توی معکوس دادن ها مثل سبک دو کلاچه های قدیمی، اول یه فکر میکنه، یه گاز هرز میخوره، دنده رو میندازه بالا یا پایین، یا معکوس یا زوج و فرد کردن روی شفتای ورودی گیربوکس. چجوری بگم، نمیشه روی اینا عیب گذاشت. ولی مثلا محصولاتی که با گیربوکس ایتی عرضه میشدن عموما تو بازار مقبول ترن و تو دراز مدت هم میتونستن بهتر باشن. مثلا همون جی فایو دیویستا کار مثلا میاد، ولی همچنان میبینی که خبری از گیربوکس نیست. حالا ایب و ایرادای خاص خودش داره، ولی خبری از ایب مشهود گیربوکس نیست. یا مثلا میشه گفتش که حالا هایماهای قدیمی شاید پیسون میشکوندن، اونا هم مشکلات خاص خودشونو دارن، ولی خب گیربوکس ایتی بود. کاش که اینا مثلا میرفت سمت ایتی شدن. حالا اون یه چیزیه که از اول تو طراحی محصول این داستان نبوده. یه مقدار که گیربوکس رو داغش میکنی، صدا چلق شلوغ این فورکای توی گیربوکس و این چنگاله ها و این کشنده ها و این به صلاح ماهک های جا به جای گیربوکس شنیده میشه، که تقریبا میشه گفتش که صداش از نسل قبل کمتر، اما همچنان اون سر و صداها رو داره. نمیشه گفتش که اصلا سر و صدایی نداره یا خیلی لال شده و فلان و بیسار، اما خب بهتره. تغییراتی هم که تو گیربوکس شده، امیدواریم که به سرنوشت K7 منجر نشه و حداقل دوام بهتری نسبت به اون هم خانواده داشته باشه. این حالتایی که میبینین، یه دفعه پا رو میذاری رو گاز و مثلا توی همچین حالتی با کولر روشن داری حرکت میکنی و پا رو میذاری رو گاز، یه دفعه از 1500 دور میپره بالا، اینا حالتاییه که گیربوکس دو کلاچه داره یه حالت نیم کلاچ و فول کلاچ رو تجربه میکنه، کلاچ رو آزاد رها و به حالت نیمه در میاره. میتونه اذیت کننده باشه، اما اذیتش حداقل از CVT ها کمتره. خود CVT نسبت به این گیربوکس های سری مزایا و معایب داره، که مهمترین مزیتش مصرف پایین تر تو دور موتورهای بالاتره، ولی خب شروع به حرکت در هر دو ضعف داره و عمر CVT ها میتونه که بر اساس گرید کیفیشون نسبت به این گیربوکس یه مقدار متغیر باشه. فرض آوریم بگیریم که توی سربالایی وایستادیم و با یک همچین ماشینی میخواییم حرکت کنیم. من یه جمع کلی میبندم که شاید این نکته هایی که میگیم به درد چند نفر بخوره توی گیربوکس دو کلاچ، و در مورد همین ماشین میخواییم تست سربالایی بگیریم به رسم تست هایی که همشه تو سربالایی میگرفتیم.
خب میخوایم ببینیم که اصلا چطور انجام میشه و شروع به حرکتش با یک حالت کولر روشن و گیربوکس گرم تقریبا چجوریه. ما اگه بذاریم توی دی، تقریبا ماشین یه حالت نیم کلاچ پیدا میکنه. این هم حالت کلی است که میگم ما تو تمام دوال کلاچ ها تقریبا این حالت نیم کلاچ کردن رو بعد از آزاد کردن پدال ترمز داریم، که میبینی ماشین اول یه حالت درجا میمونه، یه آزاد میکنه، یه نیم کلاچ میکنه و ماشین شروع به حرکت میکنه. الان میخوام من رو چیزی نیست و ترمزی که میگیری دوباره میاد عقب، انگار کلاچ رو آزاد کردی، بعد آروم دوباره درگیر میشه و میره. این حالت ما تقریبا تو تمام دوال کلاچ ها داریم. حالا این داستان کجا شروع میشه؟ من اگه بخوام شروع به حرکت کنم توی حالت اغراق‌گونه، اصلا میبینیم که شروع به حرکت اگر پدال رو کامل رو گاز فشار بدی خیلی به کندی انجام میشه. ذات این گیربوکس همینه. سری ها اولش هم همین بودن، دو کلاچ های دیگه هم تقریبا همینن. ما در مورد دو کلاچ های چینی داریم صحبت میکنیم و نه در مورد مثلا دو کلاچ های آلمانی. تقریبا این نکته های یونیورسال بود که گفتم. حالا باید چی کار کنیم که این ماشین اما ما چی کار کنیم که این دو کلاچه سریعتر شروع به حرکت کنه؟ این نکته شاید به درد بعضی افت. موقعی که دی درگیر شد و پاتون رو ترمز برداشتید، ماشین میره رو نیم کلاچ. عین یه ماشین دنده‌ای شما نمیاد که گاز رو یهو فشار بدیم ماشین بخواد حرکت کنه. خب ناخودآگاه پاتون رو کلاچ برمی‌داری، دور میره بالا. اینم هم همون کارو میکنه. پس میای چیکار می‌کنی؟ سرگاز می‌دی و ماشین حرکت می‌کنه. مثلا الان تو سنگین‌ترین حالت ممکن کولر روشن هم راه میفته. اما خب تست این ماشین با بهترین و بهینه‌ترین حالت شروع به حرکت در یه سربالایی چه جوریه؟ حالا کنده و تقریبا تمامشون همین. الان نسل قبل هم از این مشکل تقریبا رنج می‌بره. یه نکته جالب در مورد جک اسفایوا است. ما یه سری جک اسفایوا اولیه داریم که اسب سر چرخ، مثلا کاری به دفترچه و کاتالوگ و اینجور چیزا ندارن، هولوش 130-135 اسبه. یعنی کاتالوگ گفته 174 تا، توی کالیبراسیون ماشین رسیده به 130 اسب. یه سری جک اس 5 داریم که کالیبره های جدید روش زدن و این جک اس 5 ها به عدد کاتالوگ خیلی نزدیکن و مشکلات کمتری هم دارن نسبت به قدیمی. یعنی مشکلات توانایی حرکتی و هر چیز دیگه مثل این ماشین که اون کالیبره که خود شرکت زده روش هست به عدد کاتالوگ خیلی نزدیکه و مشکلات حرکتیش نسبت به قبلی ها کمتره. جک اس 5 توربو جی دی آی با موتور 1.5 آوردیم روی داینو و حالا تنظیمش رو انجام دادیم. این ماشین با برنامه فاپیک 169 است و 244 نیوتن متر گشت آوره داشت. بعد از تنظیمی که برای ماشین انجام شد به 183 است و 282 نیوتن متر گشت آور رسید که با بنزین یورو 2 سازگار شد و نسبت سوپ و هوای ماشین حدودا تنظیم بود، ولی خب به خاطر اینکه با سوخت بیشتر سازگار باشه و بتونیم توان بهتری از این ماشین بگیریم، به افار ماشین رو هولوش 12 داشتیم و مساحت زیرگراف کاملا صاف بدون ناک بدون ایراد تغییر مالک خوبش. یعنی ما دو تا ماشین داریم که یک موتور یک خانواده یک ECU هیچ فرقی با هم ندارن. یکی 130 اسبه فابریک شرکت، یکی 170 اسبه که ما اینو رو دستگاه دینامومتر دیدیم که یه سریاشون با هم تفاوت دارن و دیدیم که تو کالیبر هم با هم تفاوت دارن. و الان تقریبا آپدیت جدیدی که برای همه اینا انجام میشه، چیزی که میگم تو خود شرکت همون عدد اسبه بخاره. حالا اگر بخوای ریمپش کنی چه اتفاقی میفته؟ ریمپش که میکنی اون مدلی که اولوش 170 اسبه تا اولوش 185 هم میشه بیاد بالا با توجه به کیفیت سوخت و اون مدلی که 130 اسبه یه اولوش 180 خورده. این لازم بود که اینجوری شرح بدم، شاید به دردی کسی بخوره و این حالا بعداً بیشتر در میاد. حالا مالکینی که دارن میتونن اونایی که نسل اول بودن این کار انجام بدن که داشته باشن، چون خیلی فرقش اصلا راه رفتنش اون اصلاحاتی که میشه خیلی فرقشه با هم دیگه. اما برای استفاده معقول بین این کراس‌اورایی که توی شهر داریم میبینیم و هر کدومشون یکیشو سوار میشی، اگر پرو نباشه، اگر فلان باشه، اگر بیسار باشه، رنگ و بوشون فرق میکنه، این همون خامه پاکه است و امیدواریم که همون حالت رو حفظ کنه.